درودهای گرم به شما بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه ایسکرا. من آنسو حسین زاده یکی دیگر از برنامه های ایسکرا رو تقدیم حضورتون می کنم. در این برنامه امروز با عبدال گلپریان تهیه کننده برنامه تفسیر خبر در سری برنامه های ایسکرا گفتگو می کنم. ابتدا می خواهم خیلی کوتاه در مورد وقفه‌ای که در برنامه تفسیر خبر با تهیه کنندگی خود عبدال گلپریان پیش اومده رو و پیش آمده و از سرگیری مجدد این خبر رو این سری از برنامه ها رو توضیحاتی رو برای بینندگان بده. خوش اومدید به برنامه عبدال گلپریان. سپاسگزارم برای دعوت در این برنامه، خیلی ممنون و با درود به بینندگان عزیز و همکارتون نگار نادری. من در رابطه با تفسیر خبر، خب همونطوری که خود شما اشاره کردید، مدتی برنامه تفسیر خبر رو با تهیه کنندگی خودم به اصطلاح اجرا میکردم. مدتی به دلایلی این ممکن نشد و امیدوارم بتونم دوباره این برنامه ها رو از سر بگیریم، ولی تا از سر گرفتن مجدد این برنامه حداقل در این فرمت در خدمت شما خواهم بود که بتونیم برنامه های تفسیر خبر رو همچنان در ایسکرا داشته باشیم. ممنون برای توضیحاتی که دادید. امیدوارم این برنامه در هر دو فرمت ادامه دار باشه. من میرم سراغ سوالا. همونطور که از تیتر برنامه تفسیر خبر پیداست، به موضوعاتی در مورد تحولات سیاسی در ابعاد بزرگتری میخواییم اشاره داشته باشیم، از اوضاع به هم ریخته در ابعاد جهانی، منطقه‌ای و تحولات سیاسی و انقلابی در ایران. اگر بخواید به این تحولات در اوضاع و احوال امروز اشاره کنید، چه نکات مهم و کلیدی مکس خواهید کرد؟ بله، خب اوضاع عمومی و تحولات سیاسی در ابعاد جهانی رو همه شاهد هستیم. یک فضای به شدت میتونم بگم تاریک، نه تنها برای مردم ایران، بنا به موجودیت رژیم جمهوری اسلامی، بلکه در ابعاد جهانی و منطقه‌ای ما شاهد این فضا هستیم. من میتونم به این اشاره بکنم که کلا در این دوره، حداقل از موقعی که جمهوری اسلامی سر کار اومده، از موقعی که مجادلات بین به اصطلاح جنگ سرد بین آمریکا و شوروی سابق تموم شده، در واقع نه تنها با نظم نوین جهانی که آمریکا ادعاش رو میکرد، با یک بی‌نظمی، با یک یاغیگری از طرف میتونم بگم تمام دولت ها ما روبرو هستیم. الان گفتم اخبار رو هر کسی دنبال بکنه میبینه در جنگ بین اسرائیل و حماس، لطمات و تلفاتش رو مردم اسرائیل و مردم فلسطین دارن میبینن. پای جمهوری اسلامی اینجا ما پاهاش رو میبینیم. در رابطه با افشای روابط خارجی، مناسبات روابط به اصطلاح خارجی بین وزارت خارجه آمریکا، قضیه رابرت مالی با نمایندگان جمهوری اسلامی، همینطور پای جمهوری اسلامی اینجا پیدا، از به رسمیت نشناختن دو دولت اسرائیلی و فلسطینی که سال هاست براش تلاش میشه، در موقعی که جمهوری اسلامی سر کار اومده ما شاهد این مخالفت ها هم از طرف دولت اسرائیل هستیم، دولت دست راستی، و هم از طرف رژیم جمهوری اسلامی هستیم. مؤلفه های زیادی رو به نظر من میشه اشاره کرد، از فقر، فلاکت، چه در ابعاد جهانی، منطقه‌ای، چه در خود ایران. تمام اینها را اگه ما بخوایم دونه دونه بررسی بکنیم، به نظر من در تمامی این جنبه ها پای جمهوری اسلامی رو میبینیم. در عراق، در یمن، در فلسطین، در لبنان، در چه جایی هست که نشه اسمشو برد و از نقش مخرب و
در واقع ضد انسانی جمهوری اسلامی نشه سخن گفت. میخوام بگم تمام اینها فاکتورهای بسیار زیادی هستند. حتی نقش جمهوری اسلامی در تداوم حملاتی که دولت روسیه به اوکراین داره میکنه، پهپادهایی که جمهوری اسلامی در اختیار دولت روسیه قرار میده، برقراری رابطشون با کره شمالی، خیلی خیلی نکات هست که بشه اشاره کرد. ترورهای خارج کشوری و تمام تهدیدهایی که علیه هر تحولی که بخواد به طرف مثبت قدم برداره جمهوری اسلامی در اونجا حضور داره و نقش مخرب و در هم کوبنده ای که جمهوری اسلامی داره اونجا ما میبینیم. به هر حال اگه بخوام جمله رو کوتاه بکنم در این رابطه، تمام این فاکتورهایی که اشاره کردم نکاتی هست، مسائلی هست که میشه روش مکس کرد، صحبت کرد، شاید در ظرفیت این برنامه نباشه، ولی قطعا میدونم ساعت هم میشه سر این نکات صحبت کرد و اوضاع جهانی، منطقه‌ای، اوضاع داخلی در ایران، در تمام این زمینه ها ما نقش مخرب جمهوری اسلامی رو داریم میبینیم و متاسفانه هر روز با این شرایط و اوضاع و احوال ما سپری میکنیم. همین الان در غزه، در جبالیا، در رفح، آوارگی هزاران، ده هزار نفر مردم، اینا از یه طرف افق درماندگی دولت ها در کلن دخیل در این مسئله و نقش و جایگاه جمهوری اسلامیه که ما شاهدش هستیم. ممنون عبدالفشارهای رژیم اسلامی بر مردم بیش از هر دوره دیگه‌ای داره خودنمایی میکنه، از مسئله حجاب گرفته تا وضعیت معیشتی کارگران، بازنشستگان و کل مردم، از گرانی و فقر و نداری تا صدور احکام اعدام، همگی فشار چند برابری رو روی مردم ایجاد کرده. شما واکنش جبهه مقابل یعنی مردم رو در مقابل این اوضاع چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا این فشارها که در تمامی ابعاد مختلف زندگی بر مردم اعمال میشه، آیا اونها رو از پا در میاره یا چشماندازی برای خلاص شدن از این وضع وجود داره؟ خب در رابطه با شرایط موجود به طور مشخص در داخل خود ایران، حداقل ما اگه به مقطع 1401 شهریور 1401 برگردیم، با قتل حکومتی ژینا و شروع انقلاب زن، زندگی، آزادی، مسیری، جهتی رو کل مردم در جامعه طی کردن برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی. این یعنی نوید دادن یک افق روشن برای آینده. درسته الان مدتی در سطح ماهای اول اون حضور هزاران نفره، ده هزار نفره مردم در خیابان ها، اینو ما شاهد نیستیم، ولی روزی نیست جامعه با تب و تاب اعتراض، مبارزه و ادامه این انقلاب رو سپری نکرده باشه. همین امروز، همین لحظه، تی همین دوره در خیابان ها یک جنگ واقعی بین جمهوری اسلامی و مردم، به ویژه در رأس جبهه مردم زنان قرار دارن که در مقابل جنایتکاران، آدمکشان، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایستادگی میکنن. همین چند دیروز، امروز ویدیوهایی پخش شد از تعرض ماموران حکومتی به زنان در خیابان ها که واقعا آدم احساس میکنه میخواد سنگ مشت بر آسمون بکوبه از تبهشی که این جانیان دارن اعمال میکنن، ولی مردم کوتاه نیومدن. به نظر من مردم نه تنها درمانده نشدن، نه تنها مستحصل نشدن، دارن اعتراضشون رو میکنن. هر روز
هر هفته مدام روزهای متناوب ما شاهد اعتراضات بازنشستگان در تمامی شهرها هستیم. معلمان، زنان که یک مبارزشون علیه جمهوری اسلامی، علیه قوانین این حکومت، علیه حجابان ها و غیره به یک مسئله هر لحظه‌ای، ثانیه‌ای، روزمره تبدیل شده و اعتراض و مبارزات کارگران و تمام بخش‌های مختلف مردم. در این ابعاد به نظر من انقلاب زن، زندگی، آزادی در این شکل داره ادامه پیدا می‌کنه. این یک واقعیت عینیه که انقلاب در دوره حاضر که ما قرار گرفتیم میتونه به اشکال مختلفی مسیر خودش رو طی بکنه و امروز هم در ایران علارغم فقر، علارغم فشار، نبود مااحتاج عمومی، دسترازی ماموران و قوانین و نهادهای حکومتی بر زندگی مردم، از اعتصاب طلافروشان و اعتصاب اصناف وسایل آرایشی گرفته تا بقیه و در مقابل این حکومت ایستادن، اینها به نظر من نشان دهنده یک چشمانداز روشنی در ادامه این انقلاب و تلاشی برای خلاصی کل جامعه از دست جمهوری اسلامی. ممنون عبدالد. عبدالد، به طور مشخصتر به تحولات در کردستان عراق بپردازیم. اخیراً نجیبان بارزانی در سفری به تهران با خامنه ای و کار به دستان امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به طور خصوصی و ویژه تری دیدار کرده. چه مسائلی در این دیدار از نظر شما برجسته بوده و آیا صحبتی بر سر سرنوشت احزاب اپوزیسیون مستقر در کردستان عراق صورت گرفته؟ خب، مسافرت یا دیدار و بازدید نمایندگان حکومت اقلیم به ایران و دیدار با مسئولین و سرکرده های جمهوری اسلامی بار اول نیست. سال هاست این روابط و این مناسبات همیشه وجود داشته و این اتفاقا از یک طرف نشان دهنده این هستش که احزاب و جریانات ناسیونالیست کرد در کردستان عراق طی سالهای متمادی کارشون همین بوده. اتحادیه میهنی کردستان عراق که به طور کلی به عنوان یک نیروی در خدمت جمهوری اسلامی طی این سالها نقش ایفا کرده، الان جمهوری اسلامی این تلاشش رو میخواد در رابطه با حزب دموکرات کردستان عراق بارزانی انجام بده که به اصطلاح گرایش و همسویی با دولت ترکیه رو داره. تلاشی در این زمینه و گفتم مسئله مماشات حکومت اقلیم با جمهوری اسلامی، با جنایتکارترین رژیم در منطقه در سراسر دنیا امر تازه ای نیست و مدام این روابط و این مناسبات ما بین حکومت اقلیم و کردستان و جمهوری اسلامی بوده. نکته ای که شاید تو این رابطه تو این دیدار مهم بوده مسئله همین به نوعی در پشت پرده در خفا بردن نچیران بارزانی پیش خامنه ای و غیره، اینا خب تلاشی کردن خواستن به یه نوعی یه اهمیتی به نچیران بارزانی بدن به عنوان مسئول رئیس حکومت اقلیم کردستان که یه مقدار سفره براش پهن کنن و فرش قرمز زیر پاش بذارن و اینا، که بلکه بتونن به طرف خودشون نزدیکش کنن. رسما بهش گفتن که اگه ممکنه که نه، ولی گفتن که بلکه خودتو از چارچوب روابطت با آمریکا کنار بکشی و بیشتر به ما نزدیک بشی.
و خب این اونا این حرف رو زدن، جمهوری اسلامی این تلاش رو میکنه. در پاسخ به سوال اولتون اشاره کردم که هر جا رو نگاه کنی پای جمهوری اسلامی رو شما میبینی، اینجا این نقش رو در ایفا میکنه. ولی حکومت اقلیم کردستان در جبهه دولتای به اصطلاح معتلف که سال 2014 به این سو در جنگ با داعش بودن، کماکان این رابطه رو داره و این غیر ممکنه برای حکومت اقلیم که از این دست بکشه، از حمایت آمریکا و متحدینش دست بکشه، بره تو رابطهش با جمهوری اسلامی که در معرض سرنگونی مردمه. من دوست دارم به این نکتم اشاره بکنم. سالها جمهوری اسلامی سرمایه گذاری کرد در سوریه. طبق اخباری که منتشر شده، یک ماه قبل سران سپاه پاسداران که در اون ساختمان سوریه مورد حمله اسرائیل قرار گرفتن، خبرها حاکی از این بود که خود دولت سوریه در این رابطه با دولت اسرائیل همکاری کرد. میخوام بگم حتی دولت سوریه میخواد روابطش رو با کشورهای عربی بیشتر کنه که اونجا احساس میکنه که تضمین شده تر از جمهوری اسلامی. به نظر من هر درجه فاصله گرفتن از جمهوری اسلامی معنای جز این نداره که تمام این دولت ها میدونن جامعه ایران آبستن این انقلاب و جمهوری اسلامی در مقابل انقلاب مردم نمیتونه فرار بکنه. در مورد احزاب مسلح در کردستان عراق هم اینم اشاره بکنم کوتاه که قبلا یه نماینده در همین چند روز از طرف جمهوری اسلامی رفته بود به کردستان عراق و در این رابطه صحبت کرده بود که باید سلاح‌های سنگین رو از اونا بگیرن. در حال حاضر احزاب کرد، احزابی که اپوزیسیون در کردستان عراق هستن، تو اردوگاه‌های خودشون هستن و زیر با توافقی که صورت گرفته زیر نظارت اقلیم، دولت عراق و سازمان ملل این مسائلشون، مکانشون، سلاحاشون از این نظر به اصطلاح تنظیم میشه و جمهوری اسلامی اینها رو به عنوان فشار میخواد بر حکومت اقلیم کردستان وارد بکنه که قطعا در این رابطه هم راه به جایی نخواهد برد. سپاسگزارم عبدال. دلایل این بنبست، بی افقی و بی نظمی رو در چه ساختار رژیم اسلامی و چه در منطقه و در سطح جهان رو در چه میبینید؟ به نظر من یک بنبست عمومی فراگیر در استراتژی، ایدئولوژی، افق، سیاست دولت ها ما شاهد هستیم. اینو میبینیم. گفتم برای اینکه کسی بخواد اینو ببینه فقط روزانه به اخباری که در سراسر دنیا ما شاهدش هستیم نگاه بکنه. حداقل در مقطع قبل از فروپاشی بلوک شرق و حتی قبل از آمدن به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، یک رابطه تنظیم شده در بلوک بندی شوروی سابق و آمریکا وجود داشت. یک به اصطلاح نظمی موجود بود و تاریخا هم برمیگرد به دورانی که مقطع دوران رونق سرمایه داری بود. الان سرمایه داری نه تنها با بنبست و بی افقی روبرو شده، به لحاظ عرق ملی، مسائل دینی، مسائل فرهنگی، هر کدوم از این دولت ها را نگاه میکنی میبینید شما در اونجا با یک بحران و بنبست روبرو هستن و قادر نیستن پاسخ بدن. و این یعنی این بی افقی و این کور شدن سیاست دولت ها هیچ پاسخی نداره به جز یک پاسخ انسانی که در خدمت رفاه تمام شهروندان در همه جا به تحقق به پیونده. در غیر این صورت
ما همچنان شاهد این مسئله هستیم. بنا به آماری که چند ماه پیش منتشر شد، تنها 50 نفر از به اصطلاح قدرتمندترین افراد دنیا، از ثروتمندها، از سرمایه‌دارها، نیمی از ثروت دنیا را در اختیار دارند. به اینا تریلیون دلاری ها میگن امروز. در چنین شرایطی قرار داریم و از طرفی هم با فقر، گرسنگی، آوارگی، جنگ، و این همون بنبستیه و این همون بی افقیه که الان حاکم بر تمام این دولت ها. و تنها پاسخش گفتم یک ساختار و یک ساختارهایی در تمام این کشور هست که مبناش و رفاه جامعه، زندگی شهروندان، حقوق برابر انسانی، اینها رو مد نظر قرار بده. اینجاست که گفتم ناشی از اینه و با توجه به محدودیت وقتی که هست واقعا نمیشه، وقت بیشتری میگیره، وگرنه میشد به تمام مؤلفه هایی که چنین وضعیتی رو وجود آورده و روزمره در هر خبر و هر اتفاقی در سراسر دنیا شاهدیم اونو نگاه کنیم و این بی افقی رو در این چارچوب توضیح داد. بله عبدال، در پایان میخوام راه حل و راهکار پایان دادن به اوضاعی که تصویر کردی رو از شما بشنویم. ببینید، من ابتدا اشاره کردم در تمام اتفاقات، رویدادها، در تمام بلبشویی که الان در دنیا هست، جمهوری اسلامی جاپاشو همه میبینن، خیلی معلومه، من تکرار نمی کنم دوباره. به نظر من سرنگونی جمهوری اسلامی میتونه یکی از راهگشاترین مسیرها باشه و اینم در دست مردم انقلابی ایرانه. خود جمهوری اسلامی اینو میدونه، تمام دولت های منطقه و جهان اینو میدونن. اگه خاطرتون باشه 1401 بعد از شروع انقلاب زن زندگی آزادی دنیا به وجد اومد و تصور بکنید یک لحظه دنیا را بدون جمهوری اسلامی در نظر بگیریم، احساس میکنید آرامشی وجود خواهد داشت؟ نه تنها مردم ایران از شر جمهوری اسلامی خلاص خواهند شد، دنیا نفس راحتی خواهد کشید. و اینجاست که جدایی از بنبست و بحران دولت‌های سرمایه‌داری در جهان و در منطقه که بحث جداگانه‌ایه، ولی تا جایی که به فاکتور جمهوری اسلامی برمیگرده، به نظر من میشه این مسیر طولانی رو سریعتر طی کرد با سرنگونی جمهوری اسلامی توسط مردم انقلابی، با مسیری که امروز انقلاب زندگی آزادی کرده و داره طی میکنه. اینجاست که ما میتونیم شاهد این باشیم که پاسخی به وضع موجود، کل پاسخ نیست، تمام پاسخ نیست، ولی هر کسی میتونه در خلوت خودش تصور کنه جمهوری اسلامی وجود نداره. قطعا میتونه فکر بکنه که با نبود اون مسئله فلسطین میتونه پاسخ داشته باشه. اوضاع یمن، تروریست های حاکم بر یمن، حوثی ها کنار زده بشه، ضعیف بشه، حشد الشعبی از موضوعیت نداشته باشه، حزب الله و حماس وجود نداشته باشد، فقر و نداری و بدبختی در یمن و فلسطین کنار زده بشه. اینا رو ما میتونیم بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی، با امید این روز که بتونیم شاهدش باشیم، انقلاب مردم ایران رو باید در ابعاد جهانی، در داخل، هرچه بیشتر تقویت کرد تا بتونه سر ماری رو که تمام منطقه و جهان رو با این وضعیت روبرو کرده کنار بزنه و هم مردم ایران و هم مردم منطقه و جهان نفس راحتی بکشن.
با تشکر از شرکت شما در این برنامه. ممنون. عزیزان، وقت برنامه تفسیر خبر در اینجا به پایان رسید. تا دیدار و برنامه دیگر، اوقات خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم.